سهام عدالت یا بساط دیگری برای چپاول. روز دوم آذر رسانه‌های حکومتی صحبت‌های حسینی وزیر اقتصاد در کابینه پاسدار احمدی نژاد در مجلس ارتجاع را منتشر کردند که ویته آن از بسته شدن پرونده واگذاری سهام عدالت کارگران تا پایان سال و واگذاری به همه مشمولان خبر داد. سرنوشت سهام عدالت که 5 سال قبل پاسدار احمدی نژاد آن را با تمطراق مطرح می کرد، گویا قرار بود به 9 میلیون کارگر پرداخت شود. مانند بقیه وعده های حکومت آخوندی سر از ناکجا آباد درآورده است و حالا یک بار دیگر برای گرم کردن تنور انتخابات آخوندی ظاهراً باز مصرف می شود. یک کارگزار رژیم در امور کارگری به نام حمید حاج اسماعیلی تأکید کرد حداقل در بخش کارگری می توان توزیع سهام عدالت را شکست خورده تلقی کرد، که البته حرف جدیدی برای کارگران و چشمان تیزبینشان نیست. کارگرانی که فریادشان از دزبازار حکومت آخوندی بلند است. حالا سوال این است که سهام عدالت چیست و آیا در نهایت پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری ایران هست یا نه؟ پاسخ خانم زینت میرهاشمی را می شنویم. ببینید، این موضوع که مطرح کردید، دادن سهام عدالت، اسمش رو گوشت از سهام عدالت، خب میشه جزی از همین کارهایی که احمدی نژاد میکنه و کارهای تبلیغاتی مثل بردن پول نفت به سفره مردم یا یارانه ها، دادن یارانه ها، اینا این از همین چیزای تبلیغاتیه. ولی اصل مسئله چیه که این مسئله سهام عدالت مطرح شده و دوباره این روزها سر و صدا پیدا کرده؟ اینم بودش، این به این صورت که بخشی از سهام های دولت، یعنی شرکت های دولتی رو که خصوصیش بخوام بکنن، این سهام های اینها رو در حقیقت گفتن به اسم مردم میکنیم، اسمش هم گذاشتن سهام عدالت. هدفشون هم چی بود؟ هدفی که احمدی نژاد به اصطلاح مطرح کرده اون موقع، تعمیم نسبی عدالت اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی، یعنی در حقیقت شعار تبلیغات بود. فقط یه بارم این پولو دادش. حتی برخی از مجلس نشینا اعتراض کردن که این شرکت‌ها سودی نداشتن و این پولو چجوری داده شد. اما این پول دست کی رفته؟ کجا رفته؟ نهادهایی که هستند و یا نهادهایی که مسائل کارگری رو مطرح میکنن اینا، یا خود کارگران مطرح کردن که به کارگران هیچ پولی رسیده نشد. یعنی معلوم است 9 میلیون نفر کیا هستند که این رسیده شده. و به عبارت میتونم بگم که این یک نوع در حقیقت کاغذه، بیشتر اینطوری بگیم که کاغذیه که یک به اسم مردم ولی فریبه. از طرف دیگه وقتی که الان ما میبینیم که کارگرا حقوقشون پرداخت نمیشه و بسیاری از واحدهای تولیدی حقوق کارگرا رو پرداخت نمیکنن بعد از این جنت حذف یارانه ها و بحرانی که موجود هستش، اینا بحث سهام عدالت مطرح میکنن. این واقعا مسخره هستش، چون اگه قرار، اگه پولی هستش، اگه بخواد عدالت بشه، خب حقوق کارگرا که کار میکنن پرداخته بشه، افزایش دستمزد داشته باشن. دستمزدی که الان کارگرا میگیرن در حقیقت هیچ خانایی با وضعیت بحران و سبد هزینه زندگی کارگران نداره. خب اگه قرار بشه کارگر حق خودشونو میخوان، کلا این سیاستی که احمدی نژاد پیش میبره که من جمله دادن سهام عدالت یک فریب هستش و یک گداپروری و نیازپروریه، که اون هم معلومه که در بخشی اگر هم داده بشه در کسانی، در دستان کسانی هستش که به یک شکلی در مافیای قدرت و به حکومت وابسته هستن، این پول استفاده میکنن. وگرنه اگه قرار باشه که به مردم برسه، مردم حق خودشونو میخوان، نه اینکه ماهی اینقدر بدن، ماهی اینقدر بدن. حساب کنیم مثلا این سهام عدالت، میگن حالا اگر تازه این سهام عدالت سودی داشته باشه، میگن که ما در آخر سال به کارگرا میدیم. با توجه به این وضعیت اقتصاد بیمار و هیچ چشم‌اندازی نیستش و
هیچ نمیشه اصلا روش حساب کرد که این بودجه از کجا میاد، چجوری میاد اینا. در حقیقت همه یک فریبه و در حقیقت به ضرر کارگرا هستش. حتی این حرفو که مطرح میزنن، چون اینها رو میگن، ولی در مقابلش کارگرانی که میخوان حقوقشون افزایش پیدا بکنه و اون حق خودشونو میگن، این حرفا رو میزنن که به نوعی مانع اون جریان بشن.